من معتقد هستم که داست عنوان رجل سیاسی و مذهبی کمتر از آن که اینها به دنبال این باشند که چارچوب های ایدئولوژیکشون، چون این بحث فنیست، بحث تکنیکیست که در نظام حقوقی، در واقع نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار هست به جریان بیفته. بعد از اینکه ایدئولوژی تثبیت شده، این قبل از تثبیت ایدئولوژی به عنوان منشأ تصمیم گیری نیست، بعدش در واقع در مرحله بعد قرار میگیره. این محدودیت هایی که گذاشته شده، این عنوان قرار هست محدودیت ایجاد کنه. سه دسته محدودیت رو داره میگذاره. یک دسته محدودیت های جنسیتی است برای زنان عمدتاً، یک دسته محدودیت های قشری است. وقتی که میگه سیاسی و مذهبی، اقشار خاصی رو مد نظرش هست، روحانیت شیعه هست و قشر حاکم، اینها هستن که عنوان رجل سیاسی و اجتماعی پیدا میکنن. و نکته سوم هم از این عنوان رجل اینها استفاده میکنن برای مشروعیت بخشیدن به حذف حتی در درون قشر حاکم. این بار خیلی جالب بود که این آقای وزیر ارشاد، آقای اسماعیلی، برای اینکه اثبات بکنه به شورای نگهبان که من رجل سیاسی هستم، از مجموعه، من دارم سازوکارهای درونیش میگم که روشن‌تر بشه که این عنوان چه کارکردی داره، از بقیه اعضای کابینه نامه جمع کرده بود که اونها بگویند که این آقا رجل سیاسیه. معنیش این هست که در نگرش شورای نگهبان یا در نگرش اون کسی که شورای نگهبان رو اعضاش رو تعیین کرده، افراد خاصی هستند که در این اشل قرار میگیرن تحت عنوان رجل سیاسی. رجل اینجا به معنای قشری و جنسیتی نیست، رجل به معنای کسی است که میتواند مجموعه در واقع اون چارچوب‌های نظام رو در سطوح بسیار بالاش، در سطوح عالیش، میتواند اینها رو گارانتی کنه، میتونه اینها رو به در صحنه عمل به اجرا در بیاره. اینها قدم به قدم برای ایجاد محدودیت بوده. البته اون بحث مذهبیش رو آقای بنایی توضیح دادن که چه جنبه‌هایی داره. خب اون بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، اهل سنت، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، صابئین، درویش ها، همه اونها رو اصولا برای جمهوری اسلامی اینکه یک قدم به قدم افراد رو حذف کنه، کنار بگذاره، اصولا مشکلی نداره. جمعیت زنان، شما به راحتی جمعیت حدود 60-70% کشور رو با همون عنوان مذهبیش و رجلش میتونید کنار بگذارید. عنوان سیاسیش که میاد قضیه رو میاره مثلا در حدود 200-300 نفری که در طول 30-40 سال گذشته اینها دارای مقاماتی در حد نمایندگی مجلس یا وزارت یا در این حدود بودن. اونجا اینا فیلترهای بسیار دشواری دارن برای اینکه فردی به مقام وزارت یا به مقام وکالت برسه، یه دایره بسیار کوچکی رو ایجاد میکنه. همه اینها کارکردش برای چیه؟ این محدودیت ها بلا موضوع نیست. همه اینها برای حفظ نظام هست، برای حفظ در واقع تداوم قدرت در این قشر هست، قشری که امتحانش رو پس داده، کاملا نزدیک است. به هیچ وجه اینها نمیخوان به هیچ وجه ریسک بکنن کسی بیاد که فردا تصمیم بگیره که اصولا با مجموعه چارچوب هایی که جمهوری اسلامی تا کنون داشته اندک زاویه و اندک فاصله ای رو داشته باشه. تضمینی است، بیمه است. در واقع شرکت ما، حرفمون همیشه این بوده که سیاست شرکت بیمه نیست، اما سیاست در یک عالم عقلانی، چون هیچی رو شما نمیتونید تضمین کنید، ولی جمهوری اسلامی یک بیمه تضمین شده داره برای تداومش در چارچوب قانون اساسی موجود.